درود و شامتان شاد گفتگوی زنده آخر خط را با من رشاد زریر از نور تماشا می کنید برایند انتخابات آمریکا و گزینش ترامپ به زعامت آمریکاییان پیوند این رویداد با منطقه و جهان تا تأثیرش روی افغانستان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواهی ایالات متحده آمریکا که تا پیش از انتخابات هم پای رقیب دموکراتش هیلری کلینتن از سه نامزد دیگر پیشی گرفته بود در برایند ابتدایی انتخابات این کشور با کسب 276 رای بنگاه انتخاباتی توانست کلینتن را شکست داده و پیروز میدان شود. ترامپ هفتاد ساله که تجربه کار در دولت را هیچ و سیاست را کم دارد با روی کرد و اندیشه های نوین و دگرگونه روی صحنه آمد و هرچند تا برگزاری انتخابات گمانه ها بر بازنده بودنش پس بود پس از انتخابات ما این احتمال چرخید و سبب قدبرافرازی دونالد شد پس از اعلام نتایج ابتدایی هیلری کلینتون رقیب دونالد ترامپ در تماس تلفنی و سران کشورهای زیاد جهان شامل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ترزامه نخست وزیر بریتانیا، سران ایران، ترکیه، ژاپن و حتی محمد اشرف رئیس جمهوری افغانستان پیروزی را به وی همایون باد گفته و نسبت به بهبود روابطشان با امریکا نسبت به گذشته اظهار خوشبینی کردند. پس برایند این انتخابات و تکیه زدن ترامپ بر قدرت سرآمد دنیا چه تأثیری بر اوضاع آمریکاییان جهان منطقه و ویژه افغانستان خواهد داشت در این میفر بحث میکنیم با حضور آقایان توریاله قیاسی آگاه سیاسی و روابط بین و همچنان دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه جناب دکتر در آمد بحث با شما چه چیزی ترامپ را که آن همه اتهام بهش فارد بود و حتی نظرسنجی ها تا پیش از انتخابات گاهی این دوتا را شانه به شانه هم و بیشتر هم بانو کلینتن را پیشتر نشان میداد حتی 4 و پنج درصد ولی پس از انتخابات همه چی برعکس شد بسم الله الرحمن الرحیم هر سلام و احترام دارم خدمت شما مهمانی گران قدر شما جناب ریاسی و بینندگان محترم تلویزیون نور عوامل مختلفی وجود داشت اولا شما اشاره کردین نظرسنجی ها بیشتر نظرسنجی های گمرا کننده بود درست و همین مسئله باعث ای شد که حواداران خانم کلینتون احساس بکنن که در واقع اینا پیروز میدان کارزار انتخابات خواهند بود و از او طرف برعکس چون فضای رسانه‌ای وضعیت بگونی ترسیم کرده بود که خانم کلینتون در آماده ورود به قصر سفید در نظر گرفته بود حواداران آقای ترام تلاش های حد و مشارکت حد اکثری را مورد توجه و نظر قرار داد بگونه گونه غافل گیر کرده حواداران خانم کلینتون بر اردوگاه خانم کلینتون یک نوع تنبلی سیاسی مورد توجه قرار گرفت و برداشت از اونایی بودن که خب ما چی مشارکت داشته باشیم چی نداشته باشیم خانم کلینتون برنده انتخابات هست اما برعکس در اردوگاه آقای ترامپ یک تلاش همجانبه و حتی سری و سازمان یافته مورد توجه قطع نظر قرار گرفت بنابراین این معادله انتخابات را کاملا به نفع ترامپ رقم زد دومی که در واقع آقای ترامپ ایده را مطرح کرد که بیشتر سازگاری داشت با شرایط داخلی ایالات متحده امریکا بحث تعرفه های سنگین بر واردات خارجی به خصوص چین که بازار امریکا را هم کم کم داره تصاحب میکنه و در واقع کشیدن دیوار برای مکزیک و ممنوع کردن مهاجرین مسلمان به خصوص خاورمیانه و تمرکز روی مسائل اقتصادی که بیشتر شهروندان آمریکایی از او رنج میبره با توجه به هزینه های سنگین جنگ که امریکایی ها را در عراق و افغانستان و حتی سوریه به منصه اجرا گذاشته بنابراین کاهش مالیات را که ترام مطرح کرد برای شهروندان آمریکایی بسیار جاذبه داشت و همچنین در واقع تجدید نظر قرار دادنی قوانین مربوط به مهاجرت که دروازه امریکا بعد از این بروی همه ای مهاجران باز نخواهد بود و ما میتونیم جلوی عناصر افراتی را در واقع که از خاورمیانه وارد امریکا میشه بگیریم و حادثه مشابه حادثه 11 سپتامبر دیگه با وقوع مجموعه ای فرایندها باعث شد که آقای ترامپ بتانه شهروندان آمریکایی رو به طرف خود جذب بکنه ولی بله این روی کارت‌هایی که آقای ترامپ داشت چطور که در حتی از آغاز کارزارها و پیکارهای انتخاباتشان تا آستانه انتخابات خیلی واکنش های تند علیه آقای ترامپ برانگیخته بود و امینا سبب شد که نظر سنجی ها بانوی کلینتن را برنده نشان بده این واکنش ها چطور فرو کشید؟ ببینید بحث اساسی اینجاست که در او زمان نوع روابط آقای ترامپ با روسیه بسیار برجسته شد در مقطع اول و این باعث شد که یک نوع حساسیت در حوزه افکار عمومی نسبت به آقای ترامپ شکل بگیرد و همچنین عقبگرد اخلاقی که نسبت به اردوگاه آقای ترامپ به وجود آمد و به گناه افشای آنچه که ما میتونیم رسوایی جنسی ارزیابی بکنیم از طرف رقبای آقای ترام تا حدود افکار اومیر تحت تاثیر قرار داد ولی بعدا که ویکلیکس ایمیل های هیلاری کلینتون را در واقع افشا کرد و حتی دست داشتن خانم کلینتون در تأسیس و تقویت داعش مورد توجه قرار گرفت شکست سیاست خارجی اوباما در حوزه های مختلف بخصوص در تحولات خاورمیانه برجسته و پررنگ شد و امیتور وضعیت خراب اقتصادی ایالات متحده امریکا و به چالش کشیده شدن سلطه و هیجمونی امریکا در سطح جهانی <applause> که از نظر بسیاری ایالات متحده امریکا یک ابرقدرت رو به افول ارزیابی شد اینا باعث شد که تا حدودی دیدگاه ها درش تغییر ایجاد شود آنچه و... کاری که در کبال کرد به نظرتان نتونست تبرهش بکنه؟ ببینید بحث اساسی اینجاست که ترمیم چهره خانم کلینتون نیازمند یک زمان نسبتا زیادتر بود که او فرصت دیگه برای خانم کلینتون به وجود نیامد بنابراین یک دفعه یک نتیجه غیر منتظره یک واقعی غیر منتظره در ایالات متحده آمریکا شکل گرفته که او هم نظرسنجه هایی که من پیشتر گمراه کننده در جوابی کردم او را باطل کرده و هم تانیست در واقع سیاست پوپولیستی و عوامگرایی را که آقای ترام مورد توجه و دقت نظر قرار داده بود حتی راهکارهای بسیار ساده را آقای ترام ارائه میکرد بنابراین اینا همه برای مردم امریکا جاذبه داشت و خصوص که تمرکز آقای ترام هم روی مسائل داخلی بود یعنی اینا دست. گفتن که ما آمریکا را بار دیگه بزرگ باید بسازیم و اولویت اول ما ساختن امریکا هست در مرحله دوم ما میتونیم زمینه مداخله نسبت به کشورهای دیگر مورد توجه قرار بتیم یا حوزه سیاست خارجی امریکا را مورد بازسازی و نوسازی قرار بتیم این برای شهروندان خسته امریکا و باور ما جذابیت داشته و مجموعه ای تحولات یعنی اگر ما بخوایم فهرست بکنیم بحث اقتصاد حمایتی به خصوص اقتصاد عرضه را که ترام مطرح کرد و همچنین نگاه پوپولیستی و عوامگرایانه به تحولات داخلی امریکا و همچنین انزواگرایی فضاینده به جای مداخلگرایی فضاینده ای که آقای ترامپ مطرح کرد ای برای شهروندان امریکایی در شرایط حاضر با باور جذابیت داشت و تانیز آرار درش تغییر ساختاری به وجود گرد سپاس آقای قیاسی به دیدگاه شما را داشته باشیم به نظر شما چه چی چیزی سبب قد برفراشتن آقای ترامپ در این فرایند رقابتی شد به خدا و عرض سلام شد بینندگان عزیز آقای نظری شما همکاران محترم گرچه ما و آقای نظری نگاه و نظر هستیم و همچنان تقریبا همه مسائل فر ماشاءالله گفتن خب طبعا ترامپ با یک نگاه به که تجاری با عرضی منافع متقابل وارد صحنه میشه یک یک پیشه یک بیزنسمن نه سیاست در اینجا خب در بزنس ده تجارت منافع است و یک گام شما بدون از که نفتان در یک جای نباشه گام بر نمیدارین از قبل شما می که منافعتان در کجاست و چقدر از این بازی یا از این تجارت از این معامله را که انجام میدین چقدر به خودتان نفتان میرسه و این یک نگاه کاملا تازه بود <تصفیح> که او دستگاه سنتی قصر سفیده به اصطلاح به در, در کاملا دگرگون ساخت وارد میشه و این اشتباهاتی را که خصوصا آقای اوباما در طول ریاست جمهوریش انجام دادن که همونطوری که آقای نظری اشاره کردن که جمهوری خواه ها متهم سازند که اقتدار جمهوری امریکا را به پایان آورد نمونا. و نمونه های اشتباهات نمونا... بودن؟ را که روز شما شما ببینیم در خواهر میانه ای انجام دادن مذاکراتی را که میگن کایا و امتیازات را که بسیار به جمهوری اسلامی ایران دادن درست ای است که حالا این مرحله دیمکرات ها یاد در مجموع با ما متهم است و در قضیه افغانستان شما ببینین که افغانستان با او وجهی را که امریکایی در آغاز در سال 2001 داشتن واقعیتش هست واقعیت است که امروز ندارند خیلی از مسائل و مشکلاتی را که امروز در درسه نظامی امنیتی رونما است با, با بازگشت طالبان بازگشت زنده شدن القاعده حضور یک جریان دیگه به نام داعش دا دا آوردن از دا 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 داخل افغانستان در حضور قوات های ایلات متحده امریکا و ناتو در افغانستان صورت در اگر من بخوام دنبال تفاوت میان دیدگاه شما و آقای نظری باشم اینا اشاره کردن و خیلی تمرکز داشتن بالای شخصیت بانوی کلنتن در بحثشان که بحث ایمیلا و اینا رو مطرح کردن ولی شما تمرکزتان ظاهرا بالای حزب دموکرات است که فکر میکنید که حزب دموکرات سبب چنین نتیجه شده سیاست یا سیاسی اعذاب دو تا حزب بسیار بزرگ و قدرتمند ایالات متحده آمریکا داره که او در جایگاه قدرت وقتی که قدرت در سطح ریاست ریاست جمهوری را قدرت دولتی را به دست میگیرن خواهی نخواهی این سیاست یا نگاهشان یا جهان بینیشان در روش های سیاسی را که در جایگاه قدرت انجام میدن تاثیر گذار است درست این فرهنگ سیاسی است که از برای خود ب... با خود میارن آه. البته این جزء متغیرهای سیاست خارجی و همچنان سیاست داخلی ایالات متحده امریکا است اما اصول و مسائل اصلی که غیر متغیر و منافع مت... منافع بزرگ و استراتژیک ایالات متحده امریکا را تشکیل می در د... در منطقه و جهان در منطقه ما و کل جهان اونا مسائل است که هر تحولی که بیاید او را ادامه میدن و او عبارت از قدرت جهانی و بر قدرت بودن ایالات متحده اگر شما درنگی داشته باشید روی عباد شخصیتی بانوی کلینتن که سبب بازنده شدن شده باشه در یو آخر بحث کارهایی رو که ویکیلیکس کرد و اینا اشاره کردن بحث ایمیل ها و همچنان اینکه که نهاد کلینتن پولی را که از قطر گرفته و بالاخره چه روی کرد قرار بود با چه روی کرد از او استفاده بکنه و جهان و آه. اون چنان نشد و چون این چیزهایی بسیار عمده بود خواه. که ترامپ دایی کارزارهای انتخاباتی هیچ چیز را منکر نمیشد هیچ طرفه نمی دور نمیزد گفت مثلا برش گفتن که خوب شما مسائل جنسیتی و به زنبارگیش مطرح شد یک شکل او را رد نکرد معذرت خواست گفتن که خانم بیانی بسیار مشکلات داشت و زن به خانم اول امریکا کاپی کرد و گفت کاپیش قپسان چی کردن گفت که عجب این بیانی بود که خانم کل... چه با اوباما ای را خواند هیچ کس انتقاد نکرد اما زن می را مکی را میخونه میرا مگی انتقاد میکنه میگه غلط است هیچی چیزی تت... ب... یک تصور است هیچ نوع یک بازی است مثل از این مسائل بسیار پوپولیستی راست راست رو و قاباقاتیت مسائل مدرسه آن چیزی که مردم متحده ایالات امریکا را با سیاستای کلاسیک و سنتی قصر سفيد خسته ساخته بود او یان نیاز به یک تغیر داشتند مردان <تصفح> امریکا با تغیر رائے دادند تغیری را که د عام در شیوه د سیاست و هم د روش د روش سیاسی و که د کلن بشی دیدن ترامپ دیدن مردم امریکا به سیاست رای دادن در این باب هستید با آقای دکتر که باورشانی هست که همین پیش ها سبب تنبلی دستگاه بله. انتخاباتی آقای بانوی کلینتن شد و سبب شد تن... کاملا کاملا این پیش بینی ها پیش هایی که به اصطلاح نظر سنجی هایی که صورت گرفت حتی در دو تا ایالت که <تصفح> به صورت انعنی پایگاه دموکرات ها گفته میشد اینا نرفتن آه. کار نکردند از اونجا هم ترامپ رای آورد اخفالشان کرد یک نوعی از اخفال بنان اینا در شرایط که نیاز داره به یک تغییر چی در سیاست داخلی چی در خارجی مردم امریکا خیلی از بازی هایی را که در حکومت های شان دنبال کردن احساس میکردن که حکومت یا یک نظریه است به سطح نظریه پردازان اونطور که آقای دکتر اشاره کردن قدرت فول قدرت جهانی امریکا یعنی آرام آرام رو به افولت حالا ترامپ می میگه من میسازم دوباره درست خب من تو بر تو امریکا رو دوباره زنده میسازم چی در درام مردم می ره فکر میکنه چرا بحث نگرانی که مطرح بود در امریکا که آقای ترامپ پیشینه سیاست پیشگی نداره و حتی اینکه خیلی از سیاست مدارایی هم حزبش حمایتش نکردن و ازش خواستن که کنار بره و چون این چیزهایی به نظرتان چرا ضربه نزد به آرای آقای ترامپ؟ امی که قوت مسائل را که مطرح ساخته بود که ایره ایره پر کرد این این و میدان سیاست که تازه وارد سیاست شده بود و پیشینه فعالیت سیاسی آنچنانی نداشت مسائل را عنوان کرد ایده را انوان کرد که این کم ای مسئله را مردم کمتر برش توجه کردن این خلای ای که در شخصیت ترامپ در سابقه سیاسیش دیدن دیده اما چیزی را که اینا نیاز داشتن این به عنوان یک تجارت پیشه وضع اقتصاد ما را خوب می سازد و مسئله با تجارت به اصطلاح جهانی را سرش تجدید نظر میکنه مزارکراتش مذاکراتش با چین تجدید نظر میکنه برای رفع کاهش میده به مالیات بر برای خیلی از مسائل را عنوان کرد که تانست مردم به طرف خود بکشاند در این حال کلنتون بسیار دیپلماتیک برخورد کرد به یک شکل تداوم حکومت آقای اوباما خودش نشان داد ای که مردم مردم خسته ساخته بود سیاستهایی را که آقای اوباما سیاست های دوگانه را که سیاست بین المللی سیاست داخلی امریکا داشت اینا را شکست خورده تلقی میکردن خیلی سپاس دکتر بیت درنگی در داشته باشید روی این که چطور تا پیش از انتخابات خیلی این انتخابات و فرایند کارزارها و پیکارهای انتخاباتشان جنجال برانگیز بود و خیلی ها پیش بینی میکردن که پس از انتخابات و برایند انتخابات هم این انتخابات امریکا همچون انتخابات 1977 و یا 2000 که گپش به دادگاه کشید جنجال برانگیز شد و, و چون این پیشمینی های شده بود ولی برعکس همه اینها شد دلیل ای چی بودم میتونم؟ خب بدون شک در زمان کارزار مبارزات انتخاباتی ما شاهد یک سری موضوعات که در قالب قوبه زدایی یا توسعه و نهادن ساختن بداخلاقی می میتونیم تفسیر بکنیم در این کارزار مشاهده پذیر بود و حتی یک نوع نمایش مستهجن و دلازار از فرایند مبارزات انتخاباتی را ما شاهد بودیم به همین دلیل مقامات بلندپایی حتی اروپایی یک نوع لبخند تمسخر آمیز را از سمبول دموکراسی غرب مورد توجه قرار دادن و در رسانه ها هم باستاب یافت اما در نهایت آنچه که اتفاق افتاد من فکر می کنم که برخواسته از مطالبات شهروندان آمریکایی بود ببینید نهله فکری که ترامپ از اون مایندگی می در واقع خواستار رفورم و تغییر در حوزه داخلی و خارجی هست بنابراین من پیشتر اشاره کردم که هرچند سیاست خارجی که ترامپ ارائه می کرد یا نوع مطالبات و دایه هایی را که ترامپ در حوزه داخلی ارام می کرد ممکن است در ابتدا تخیل گرایانه و توهم آمیز تلقی شود ولی در واقع از پرس جناب دکتری است که پس از انتخابات به وقفه بانوی کلینتن تماس می و تبریک می بر رقیبش پیروزیش را چرا جنجال برانگیز نشد برای انتخابات؟ ببینید من اشاره کردم که ایالات متحده امریکا خود را الگوی جوامع آزاد و پیشرفته ارزیابی میکنه به همین دلیل انتخابات امریکا یا به عبارت دیگر دموکراسی امریکا درسته بزرگترین دموکراسی دنیا نیست ولی پر ترین دموکراسی دنیا هست و این انتخابات تمام جهان نظاره کردن درست. با توجه به این که فرهنگ دموکراتیک در ساختار قدرت و سیاست در ایالات متحده امریکا نهاده نشده بنابراین فرایند تحمل پذیری یا آستانه ظرفیت رهبران و کنشگران سیاسی ایالات متحده امریکا بیش از آنچه هست که در ساختار سایر کشورها و خصوص کشورهای جهان سوم مشاهده پذیر است از این نظر او قابل پیش بینی بود که در واقع چون این فرایند پر التهاب شکل نخواهد گرفت اما باور ما که فرایند کارزار مبارزات انتخاباتی ایالات متحده امریکا در واقع یک فرایند بسیار علیل و بیمار و عقیم بود در واقع افشای رسوایه های جنسی که هر طرف نسبت به طرف مقابل مورد توجه قرار داد ورود به حریم خصوصی همدیگر اینا میتونه یک نوع بدعت در فرایند دموکراسی ها ارزیابی شود و ممکنه دبا. جهان تشویق بکنه که بعد از این در واقع ای فرایندها یا ای حریم ها مورد سیانت قرار نگیره از این نظر یک بداموزی یا آنچه که من قبضدایی تعریف کردم و توسعه و نهادن ساختن فرهنگی بهیایی به تعبیر ما مسلمان ها میتونه به عنوان نقص های بسیار جدی مورد توجه قرار بگیره اما بعد از کارزار انتخاباتی قطعا فرایند یک فرایند قابل در واقع حمایت هست و میتونه به عنوان حتی یک گلگو برای کشورهای مثل ما که بعد از دو سال نتیجه انتخابات اعلان میشه یا جنجالهای انتخاباتی رو پشت سر میگذاریم مطرح شود و قابل طرح و واکاوی باشه سپاس دوباره برمیگردم و شما اینکه تاثیر برایند این انتخابات روی جهان منطقه و بویجه افغانستان چه خواهد بود افغانستانی که از 2001 به این سو در, اولو در اولویت سیاست های خارجی ایالات متحده امریکا و در محور این سیاست ها قرار داره افغانستانی که بیش از 2300 سرباز در اینجا قربانی داده بیشتر از او هم زخمی و افغانستانی که سرانجام تا همکنون هم نزدیک به 9000 سرباز آمریکایی در اینجا است و پیمان راهبردی با افغانستان امضا کرده ولی در آستانه انتخابات و در سه مناظره ای که هر دو نامزد پیشتاز برگزار کردند هیچ نامی از افغانستان برده نشد و خیلی از افغانستانی ها و تحلیلگرای در قبال افغانستان را نگران ساخته بود که شاید افغانستان از اولویت سیاست خارجی آمریکا پایین بفته اما ریاست جمهوری افغانستان با تبریک گفتن پیروزی آقای ترامپ امیدواری کرد که روابط افغانستان و آمریکا بیشتر از پیش بهبود پیدا بکنه و همچنان خیلی از متحدان افغانستان هم پیشبینی خوبی از آینده روابط افغانستان و آمریکا دارند ولی دورنمای واقعی را که ما میتونیم داشته باشیم پس از میان برنامه با بحث میگیریم. ادامه پرسشونی دو با هم همراهیتان تا پایین بس جناب دکتر در ادامه بس پیشترتان میخوام از اینجا هم آغاز بکنم بریم به طرف دغدغه اصلی خودمان از اینجا که تاثیر برایند این انتخابات بر جهان منطقه و به افغانستان چی بوده میتونه و واقعا سود و زیان افغانستان در برنده شدن کدام یک از دو نامزد مطرح بود که حالا ترامپ برنده شدن ببینید تفاوت ماهوی و در سیاست واشنگتن به وجود نخواهد آمد به خصوص در حوزه افغانستان به خاطر اینکه تغییراتی که در منطقه ما شکل گرفته ایالات متحده امریکا را مجبور می سازد که سیاست تداوم را با یک سری سختگیری های جدید مورد توجه و نظر قرار بده منظور می است که امریکایی ها در افغانستان حضور خود را همچنان تداوم خواهد بخشید و را در واقع شرایط منطقه هم برای آمریکایی ها تحمیل میکنه یعنی آمریکایی ها بعد از یک و نیم دهه آل ناگذیر هست که باید به صورت اسمی و شعاری هم شده با تروریسم مبارزه بکنه هرچند سیاست های آمریکا در قبال تروریستها ها به شدت میتونه قابل نقد باشه چون آمریکایی ها در واقع خودش متهم هست هم در خواهر میانه و هم در افغانستان که یک طبقه بندی خاص را از گروه های تروریستی دارن یعنی تروریسم را به خوب و بد تقسیم بندی میکنه و همین مثلا باعث تقویت گروه های تروریستی در منطقه شده خیلی کوتاه اگر بگویید این سختگیری های جدیدی که اشاره کردید ببینید سختگیری های جدید معطوفی به است که حکومت وحدت ملی بعد از این باید حکومت پاسخگو مسئولیت پذیر شفاف عدالتخا و دارای حاکمیت قانون باشه کینا با حکومت آقای اوباما مهم نبود زیاد من فکر می که ببینید آقای اوباما در آستانه تشکیل حکومت وحدت ملی تلاش کرد که افغانستان از یک بحران مزمن و فراگیر نجات پیدا بکنه بنابراین با توجه به اینکه دو سال آخر عمرش بود معمولا در ایالات متحده آمریکا دو سال آخر به کارزارهای انتخاباتی اختصاص داده میشه دیگه اولویت آقای اوباما این بود که دموکرات ها همچنان سکاندار تصمیم گیری در ایالات متحده باقی بمانه که چنین اتفاقی نیفتاد خب این سخت گیری ها فراتر از این که حکومت بعد در تمام عباد پاسخ باشه نخواهند بود کوتاه من فکر می که حکومت داری خوب و معلفه های حکومت داری خوب باید مورد توجه قطع نظر قرار بگیره تمرکز آمریکایی ها در افغانستان روی این نقطه خواهد بود اما بحث های دیگه ای که بحث های مبارزه با تروریسم اینا باشه به با باور همچنان میتونه نقد های بسیار جدی همان گونه که در دوره آقای اوباما وارد بود برای ایالات متحده آمریکا در این دوره هم قابل طرح باشه چون آمریکایی ها در حال حاضر همچنان نیاز داره برای کنترلی چین و روسیه و تسلط بر آسیای میانه شماری از گروه ها را تحت عنوان گروه های میانه رو احسن. یا تروریست های خوب مورد حمایت لوجستیک و اطلاعاتی قرار بدن شکر دوباره برمیگردم جناب بیت پیش ازی که کلان روین بحث بکنیم خیلی کوتاه روی سیاست داخلی آمریکا پس از این بحث بکنید و موقف آقای ترامپ واقعا دیوار بلند با پول خود مکزیکی ها میان آمریکا و مکزیک ایجاد خواهد شد واقعا روی کردهای آقای ترامپ یا دولت آمریکا بعد از این در قبال سیاپوستان در قبال مهاجران مسلمان و بقیه مواردی که همواره در کارزارای انتخاباتش مطرح کرده چی خواهد بود؟ شما میدانین که خب انتخاباتی همش قابل اجرا نمی باشه یعنی تطبیق نمیشه خیلی از اینا شعارهای است که برای جلب آرا و جلب اصطلاح انظار عمومی است و وقتی شما به قدرت می رسین اینجا کارزارای دیگه پیش رویتان قرار می گیره. شما در یک فضا و یک بستر دیگه قرار می گیرین بعد اونجا حقوق اتباع مطرح میشه حقوق همسایه ها مطرح میشه حقوق بشر مطرح میشه خیلی از مسائل محلفه های دیگی را پیش قرار میگیره که شما مجبور به ازی هستین که او را رعایت بکنید <applause> بناهن ما به این باور هستم که از جمله همی که دیوار کشیده میشه بین مکزیک و مرز مشترک مکزیک و امریکا ایالت متحده و که مهاجرین به اصطلاح امریکای لاتین سرازیر نشن و سیاه پوست ها یا مثلا مسلمان ها را جلوش بگیرن شاید یک مقدار سختگیری های برای ورود و ماجر پذیری صورت بگیره اما اینکه دیوار کشیده شود و این صد در صد تحقق پیدا بکنه ما بعید میدانم با توجه به اینکه در دنیای سیاست هر از گاهی مطرح کردن که رسیدن به قدرت قدرت مداران را محافظه کار میکنه و هر از گاهی از کوتاه میآیند با توجه به اینکه آقای اوباما در آستانه انتخابات 2008 وعده بستن زندان گوانتانامو و پایان دادن به جنگ افغانستان و نمونه زیادی را داده بود ولی دیدیم که سرانجام نتانست آن گونه بکنه فکر می کنید از آقای ترامپ هم چنین انتظاری میده؟ به تردید اوزه سیاست و اوزه قدرت قدرت سیاسی به اصطلاح خصوصا در رأس دولت بزرگ مثل متحده آمریکا وقتی قرار میگیرین ما نمیدانم که ترامپ هم به این سرنوشت مواجه شوه اما خصلت سیاسی جنای وصلا جمهوری یک خصلت یک مقدار تحکمی است یعنی منافع ایالات متحده امریکا را او جایی که بفهمند که در خطر است وارد از گزینه نظامی استفاده میکنند یعنی بیشتر در روی اقتدار سیاست اقتدارگرایانه دار جمهوری که طبعا ترامپ به زمین بستر برخواسته و منوزم هم پشتیبان های بسیار قدرتمندی در جریان داره و ای سیاست کلانی که روی پیش رویش است و این یک تفاوت است که ما او بازی هایی ره که حالا مثلا پاکستان با امریکا با ایلت مت... با ایلت متحده امریکا با اوباما و سیاست خارجی ایالات متحده انجام داد شاید او پاکستان دیگه به او تناسب نتانه زیاد مانور بده و ای مانور را نشان بده و به پاکستان نشان بده که من ما قدرت مانور دارم و ما به امریکا نشان بده که قدرت مانور دارم اگر شما به طرف ما فشار بیارین من گزینه های دیگه دارم که باز از دایره قدرت منطقه شما بیرون میشم منافع شما را به چالش میگیرم در منطقه شاید این فرصت ها را کمتر به به کشورها بدن اینا که چیزی را که دموکرات یا مثلا اوباما بسیار با تسامح و مدارا با این مسائل برخورد میکرد و او فشار لازمه که بتانه این اینجا منافع امریکا بسیار بسیار, بسیار برجسته و روشن بیان اگر در این جای بستان کل کسر زخم خودمان برداریم افغانستان بعد از این در اولویت بندی سیاست های خارجی ایالات متحده با نگرش به سیاست هایی که حالا سخت افزارانه و عملگرای جمهوری خواه مطرح می کنند کجای کار قرار خواهد داشت در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بعد از م... جایگاه خاص خود خواهد داشت چرا این جنگ افغانستان و یا قصه داستان افغانستان از زمان جمهوری خواه شروع شده مهم. و این میراثش باز دوباره یک بار دیگه به با جمهوری خواه میرسه و این لحاظ حیثیتی ای هم برای اینا مهم است و این باید به یک جای به یک نقطه که البته باید برسانند اما مهم دیگه مسئله دیگه که یا روی کرد دیگه که باید بسیار اهمیت داشته باشد برمیگرده به خود ما اینه به دولت افغانستان برمیگرده که ما یک بار دیگه منافع ایالات متحده امریکا را در منطقه وای بازی را که در منطقه را انداخته حالا در, در, در بازی قرار داره ببینیم که اینا آیا پایداری مد نظر بگیریم و چگونگی شد مد نظر بگیریم و جایگاه منافع افغانستان در این بازی بزرگ تثبیت بکنیم بشناسیم ولی بله در تعامل بکنیم ولی انتخاباتی که از افغانستان نامونشان نبوده خیلی نگرانی خوب. بود چرا؟ بله اینجا بسیار روشن است افغانستان دیگه دفکار عمومی امریکا از اون جایگاه خاص بسیار اح... برخوردار نیست یعنی دیگه اهمیت نداره یعنی از اول افتاده پایین دفکار عمومی یعنی بیان کردن از یک درد خب. دوانه میکرد برای ترامپ یا کلینتون یعنی نه این مورد توجه عام مردم امریکا نیست حتی چه بسا مواردی که نظرسنجی هایی که صورت گرفت یک بار وادار ساخته بودن خواسته بودن بیشتر طرفدار ازی بودن که امریکا پای خود از افغانستان بیرون بکنه این کشوری نیست که ساخته شود و خصوصا زمان آقای کرزای شما می دیدین که افکار عمومی امریکا شوکه شدن با موقف گیری هایی که حالا رئیس جمهور افغانستان در اون وقت به ضد ایالات متحده آمریکا گرفت و حتی زمانی که ازش پرسیدن که شما اگر جنگ با به با پاکستان سر سر جنگ و نظامی و یا برخورد جو شما از کی حمایت میکنین گفت از پاکستان در حال که پاکستانی که هر روز جنگ در افغانستان امتداد داده و میکنه خب در این پیوند بحث بسیار مهم بود با افکار به افکار عمومی بنا حالا دیگه چی نیازی بود که چند تا رای میتونستن چند نفر طرفدار داشتی سیاست امریکا در افغانستان ادامش که بتونه رای جمع بکنن خب در کمپاین ها بیشتر توجه به افکار عمومی داخلی است که بتونن طرفدارای بیشتری داشته باشن تا به با کرسی در قصر سفید را اینجای بحث میان افغانستان و پاکستان خب آنچی در کنگره آمریکا در ای اواخر گذشت به آنچی موقفها ها و موزی هایی که در برابر پاکستان خیلی شدید گرفته شده از طرف کنگره آمریکا و با نگرش هم به این که آمریکا هم حالا بیشترش جمهوری خاص بیشتری کرسیش جمهوری در کانگریس هم برنده هستند و هر چند, چند کرسیش خالی است و ب ب پیشمینی است که او کرسی ها مال جمهوری خواه شد و حالا که حکومت هم مال جمهوری خواه شد فکر میکنه که در, در قبال پاکستان و مواردی که بین پاکستان و افغانستان و کانگره باور است که جنجال افغانستان ریشه در پاکستان داره چگونه دورنما میتونه داشته باشه در واقع این فرصتی که امروز به با... آقای ترامپ دست داده و کمتر از سیاست مدارای امریکا که دست قصر سفید را یافتن دست داده که کی همه کنگره را در دا کنارش داره و هر دو اتاق تقریبا شما فکر میکنه از به بله. خودش و طرفدار خودش و این برنامه هایش میتونه برنامه های امایت بکنن و سیاست های خارجیش امایت بکنن و به تحق... تحقق از او یک پشتیبانی عمومی افکار عامه را با خودش داشته باشه و خصوصا دستگاه مقننه ایالات متحده آمریکا و حتی با نفوذی که میتونه قوا قضاییه نه از این فرصت در قبال افغانستان و پاکستان چیزی استفاده ببینیم این برمیگرده به ای که کنش های سیاسی در منطقه چگونه میباشه آیا به در افغانستان و در پاکستان این کنش های سیاسی به با... آیا در سیاست خارجی سیاست خارجی ایالات متحده ای آمریکا را برمیتابه یعنی پاکستان چگونه بازی میکنه آیا در چارچوب منافع امریکا نقش پاکستان در منطقه چگونه تعریف خواهد شد درست این بر... آیا پاکستان میتونه این نقش به درستی اجرا بکنه یا نه خیر باز چی میکنه به اصطلاح مانور میکنه و منافع خود دنبال میکنه با در منطقه با گونه های مختلف ای بر با اون موقع که ببینیم کنش پاکستان چی می در قبال منافع امریکا در منطقه سپاس آقای دکتر این پرسش هم دو بخش می داشته باشه بخش اولش ادامه بحث اونا که باورشانی هست آقای قیاسی افغانستان از جایگاه خاص در باور افکار عامه آمریکا کمی پایین افتاده اما در سیاست های حکومت آمریکا میتونه با توجه به جایگاه حیثیتی که برای آمریکایا داره و اینها کارهای ناتمامی که داره آمریکا در افغانستان هنوز هم جایگاه داشته باشه ولی بخش دومی پرسشم آنچه شما بیشتر خودتون در پایان بحثتون اشاره کردید که در قبال موقف آقای ترامپ یا حکومت جدید آمریکا در کبال تروریسم و آنچه موقف هایی که در برابر اشکالات خاور میانه و در کل آسیای جنوبی طرف اینها داره شاید هنوز هم سیاست هایی که در ادامه سال آینده خواهد داشت نقد پذیر باشه هر دوی این بخش به بحث بیاری. خب در قسمت بخش اول من هم فرمایشات جناب آقای ریاسی رو تایید می ببینید در مبارزات انتخاباتی آنچه که در مرحله اول و نخست اولویت داره جلب و جذب آرا هست <applause> افغانستان یک و نیم دهه هست که تقریبا این وضعیت و این تحولات کهنه شده بود برای آمریکایی ها وضعیت خاورمیانه سوریه و عراق اولویت داشت که عملا با تروریسم داعش یا تروریسم تکفیری در اونجا آمریکایی ها درگیر بودند بنابراین توجه جهان هم معطوف به او بود در افغانستان یک ثبات نسبی برقرار است یک حکومتی وجود داره بنابراین او می توانست برای جلب و جذب آرا در ایالات متحده آمریکا تاثیر گذار باشه درست. و همین دلیل بود که بحث افغانستان در سه مناظره ای که صورت گرفت اصلا مطرح, نشد بحث دیگه است که بعد از اینکه اینا به قدرت میرسه چی سیاست را دنبال خواهد کرد باور من است که بحث افغانستان با منافع جهانی و منطقی آمریکا گره خورده یعنی اگر بار دیگه افغانستان تجرید شود در انزوا قرار بگیره ممکن است امنیت ملی ایالات متحده امریکا مثل واقع 11 سپتامبر با چالش های ساختاری روبرو شود بنابراین امریکایی ها هزینه مالی و انسانی کرده در افغانستان و به این راحتی افغانستان ترک نخواهد کرد اما در ارتباط با بخش دوم سوال شما در واقع سیاست مداخله گرایی فزاینده و ساختاری از ویژگی‌های حزب جمهوری همواره بوده درست. بنابراین در حال حاضر هم من فکر میکنم با توجه به استقلال مالی که ترامپ میتونه داشته باشه حتی این سیاست ممکنه تقویت شود یک بحث سیاست خارجی تخیلگرایانه و توهم آمیز است که او بیشتر من بیشتر اشاره کردم که در حوزه عمل دوچار تحول و دیگرگونی میشه بنابراین ایالات متحده امریکا واقعیت های سیاست بین و روابط بین الملل ندیدن میتانه بگیره اما در حوزه مبارزه با تروریسم همچنان ایالات متحده امریکا نیاز داره برای یکی از گروه های تروریستی به عنوان ابزار سیاست خارجی خود استفاده بکنه امریکا در یک تقابل با چین و روسیه و ایران در واقع نمیتانه یک تقابل مستقیم را مطمئن نظر قرار بده بنابراین بهترین ابزار برای امریکا است که بتانه از گروه های تروریستی تحت عنوان مثلا آنچه در سوریه استفاده میکنه ارتش آزاد آه. یا گروه های که آمریکاییها تعبیر میکنه تفسیر میکنه اینا را به عنوان نگاه ها و روی کرد ابزاری مورد استفاده قرار بده و منافع جیو استراتژیک خود را از طریق این گروه ها تامین بکنه هم امنیت منطقه را میتونه به مخاطره بیاندازه هم فشار بر رقبای ضد غربی خود میتونه مورد توجه قرار بده و هم زمینه مداخله امریکا را میتونه از این طریق مورد چند چون در دقایق اخیری بحث هستیم جنبنده شما را میخوام به رسیدگی به تکلیف خودمان داشته باشم این که با توجه به پراکندگی و در همگسیختگی و آشفتگی فضای سیاسی در افغانستان و اینکه سیاسیون و حتی کسانی که در حکومت هستند روز به روز از هم فاصله میگیرن انتظار این که بتانه سیاست خارجی افغانستان یا هم دستگاه دیپلماسی افغانستان بعد از این جایگاه در نگاه آمریکایی با آرایش سیاسی جدید حفظ بکنه چشماندازتون چیست؟ خب من فکر میکنم که یک بودی قضیه بر میگرده به ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا منافع منطقی و جهانی داره بنابراین آنچه که برای او اولویت داره است که چطور به او منافع خود در منطقه دست پیدا کنه م. که از جمله من اشاره کردم کنترل رقبای امریکا می باشه. و در ارتباط با ما آنچه که میتونه مورد توجه قرار بگیره که ما بعد ازی سیاست انفعالی را در واقع به کنار بگذاریم بلکه ما هم به عنوان یک بازیگر مستقل رفتار سیاسی فعال در حوزه دیپلماسی مورد توجه قرار بدیم به این معنی که ما هم بیشتر از خود کنش نشان بدیم تا واکنش متاسفانه سیاست خارجی ما همواره اشاره کردم که این فعالی بوده در واکنش با یک تحول ما رفتار سیاسی خود بروز دادیم در حالی که ما میتونیم ابتکار عمل داشته باشیم کنش متقابل داشته باشیم و حتی در مرحله های پیشگام باشیم در رفتار سیاسی خود بر اساس منافع ملی خود تشکر جناب اجازه سب بندی کوتاه شما با امین پرسش که دستگاه دیپلماسی افغانستان و در سیاسی افغانستان چگونه بتونن جایگاه افغانستان را در ده. نگاه آمریکا حفظ بسیار مهم است بسیار مهم است ما ای کاشی این سوال می بود نه جنبندی. اهمیت بسیار مهم داره این مسئله که افغانستان بتانه به عنوان یک دولت مقتدر عرض اندام بکنه که در مناسبات بین المللی نتونه در سیاست خارجی حالات متحده آمریکا بلکه در جهان و منطقه به عنوان یک دولت قدرتمند که میتانه بر منازعات ملی خودش پایان بخشیده نقطه پایان گذاشته باشه و هم عدالت و تعاداتی را که در, در لحاظ ملی داخلی دارن انجام داده باشه وظایف داخلی خود انجام داده باشه بعد در بیرون شوه در مناسبات بین المللی نقش بازی بکنه و اینجاست که در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا به عنوان یک قدرت یک،, یک،, یک کشوری که در منطقه مهم است عرض اندام میکنه به عنوان یک کشور یک دولت یک ملت باید نقش ظهور پیدا بکنیم اگر به عنوان یک سرزمین به عنوان یک سرزمینی که در ایالات متحده امریکا به خاطر منافعش در منطقه از او استفاده کنه بدترین وضعیت است که ما نه دولت میشیم نه ملت ساخته میشه نه حکومت درست ساخته میشه ما باید اینجا منافع خود درست تعریف بکنیم و باز یک بار دیگه با ایالات متحده امریکا بنشینیم که آقا تو چی میخوایی؟ در منطقه رو خوب آتش کشیدیم با سیاست های غلطتان اما افغانستان ما نمیخوایم از سوریه دوم ساخته شود بین دو منافع دو طرفه را آشت به اصطلاح دوباره رویش بحث بکنید خیلی ممنون از شما توریالای غیاسی آگاه سیاسی و روابط بین الملل و دکتر عبداللطیف نظری و استاد دانشگاه از است در این میز و سپاس و امتنان بینهایت هم از شما برای پایشتان پای این بحث آخر خط تا درود و دیدار دیگر پیروز بهروز و بروز باشید بدرود